میخونم بگو صدام خوبه در کناری از خانه ما اتاقیست سرد و آبی ایده خوبی نیست دوست داشتم یه روز میرفتم توه The Voice. از این شروع صبر کسافت ها سا که قشنگ بر بحث و میندازی وسط بدون اینکه بحث و بندازی وسط میدونی چی میگم ولی این هم باز شروع کسافت هم یه یعنی نوع شروعه خیلی خوش اومدی به یه ویدیو دیگه امروز میخوام راجع به دوویس صحبت بکنم به خاطر اینکه دیشب که داشتم برنامه رو میدم احساس که هم خیلی صحبت دارم که راجبش خیلی حرف دارم که راجبش بزنم اول اینکه برنامه به شدت قویه یعنی به شکل خیلی ترسناکی برنامه قویه با اون پرژیاز تلنت تالنت چی بود با اون کامل فرق میکنه اونو قشنگ معلوم بود رفتن مثلا سرقفلی محمد رو خریدن گفتم ببین اینو بده من با دو تا ویدیوگرافر و یه ادیتور و مثلا یه منشی صحنه کار رو را میندازم جمعش میکنیم شدم تازه اومده یه تنگش میگیره ولی خوردم به کرونا بعد <تصفح> چیز شد ریده شد تو برنامه اون که خیلی بود ولی این برنامه قشنگ معلومه که اصلا این شکلی کار نمیکنه اصلا یه جور دیگه است اونجا مثلا توی خود دوویس اصلیه اینا رفتن گفتن آقا برنامه رو میخوایم بسازیم گفتن می میسازیم نه میایم میسازیم بهتون فایل میدیم پخش میکنیم این شکلیه مثلا بازیش اونجوری نیست برای همین خیلی برنامه قوی عذاب در اومده به نظر من با همین دوتا اپیزودی که اومد قوی ترین برنامه استعدادیابی که تا حالا ساخته شده یعنی توی این کتگوری کلا اگه از اصر اجر فاکتور بگیریم اصر قدر اصر اصر جدید این برنامه کاملا متفاوته خیلی حرفه‌ایه قشن همونه قشن تو اگه یکی از پلنای اینو کات بزنی به اون یکی برنامه ها. خیلی فرقش رو احساس نمی‌کنی اینا به خاطر اینکه میگم خود برنامه اومدن درستش کردن این از این لوک قضیه اصلا کاری نداریم هیچ ایرادی بهش وارد نیست بریم توی محتوای قضیه من توی این ویدیو دوست دارم تمام اجرایی که دیدم و یه قسمت خیلی کوتاهی ازش رو بذارم و به عنوان یک بیننده یعنی مثل تویی که نشستی مثلا تو خونه داری برنامه رو می‌بینی مثلا بغل دستی می‌بینی که آقا این مثلا خوب بود بد بود چه جوری بود منم به عنوان یه بیننده وگرنه نه من اصلا یه خط میتونم شعر بخونم نه هیچی نمره بدم مثلا از ده نمره بدم فیوریت هم پیدا کنم ببینم چه جوریه برنامه‌ام ندارم این برنامه رو هفتگی درست کنم همینجوری الان مودش رو داشتم دارم روی دو قسمت ها اول صحبت میکنم اگه خیلی مثلا حال کردین خیلی به نظرتون با حال بود میتونم هفتگیش کنم یا مثلا بذارم سه تا قسمت بیاد یه ذره زیاد شه بعد مثلا درست کنم و اینا اینم از این بریم سراغ انتخاب داورا آقا من دویس یوکی اولین دویسی بود که دیدم اگر اشتباه نکنم سال 2012 ویلایم بود بعد تام جونز بود یا جسی جی آ جسی جی بود بعد تام جونز بود اون اون پسره بود که مال گروه سکریپت بود که تو همون دورم ویلایم و اسکریپت یه دونه فیت دادن خیلی بالو دون فیت یادم <موسیقی> حالا توی ورژن آمریکاییشم که من دوباره اون موقع می آدام لوین، سیلو گرین بود و کریستینا آگولرا بود و اونورم بلک شلتون. بعد همیشه اینا با هم دیگه یه چالش داشتن. یعنی دو تا گوشه یا با هم چالش داشتن. اونورم همینطور میدونم تو دوایس ترکیه هم اون فانیه رو گذاشته بودن دست چپ چپ فکر کنم مراد بوز بود که اونم شوخی میکرد و اینا این یه پترنیه که کلا فکر کنم د برای بالانس کردن داورا ازش استفاده میکنه یعنی یه داور خیلی مثلا کاریزماتیک و مثلا زر جدی تو رو سنش بالاتر و اینا اینور مثلا بیژن مرتضوی رو گذاشتن که به نظر من واقعا درسته من خودم اول گارد داشتم دوستا نگاه کردم گفتم بیجا بعد یه ذره نگاه کردم یه ذره برنامه نگاه این نه این اصلا این که باید باش این که اصلا بعد کامیارم خیلی باحاله یه باگی کامیار داره که چون اصلا ایران نبوده یعنی تایم خیلی زی... نبوده اصلا فکر کنم بچگیش رفته و احتمالاً هم با غیر ایرانی زیاد رفت و آمد داشته یا کامیونیتی که باشون گشته خیلی حالت به گسمشو اون فانی که عمومه مثلا تینیجرا یا عمومه مثلا سن تر رو درکش میکنن اون فانه رو نداره یا بلدش نیست میدونی یعنی یه شوخی که داره میکنه داره صدش رو میذاره برای اینکه فانی باشه یه جایی هم واقعا میخندی از حالا بادی لنگویجش و فلان و اینا ولی شوخیه جنسش یه ذره قدیمیه یکی داره بهم زنگ میزنه خوبی من دارم ریکورد میکنم پیامی نداری صدات داره میاد آره نزشته دیگه صدات داره میاد باید پیام داشته باشی نه چون من خودم هنوز لود نشدم اوکی درکت میکنم درکت میکنم مراقب بر چایی بزن کافی بزن بای بای آره جنس شوخی هاش یه ذره قدیمیه یا اصلا آره دیگه میاد انگلیسی رو فارسی میکنه احتمالا تو ذهنش و اون فانی که تو زبون انگلیسی میتونه با یکی داشته باشه رو تو زبان فارسی نمیتونه داشته باشه چون مدلش فرق داره یه اینم بگم دویس کلا این شکلیه که هی داورا عوض میشه حالا برای کسایی که دنبال نمیکردن اون رو مطمئنا این فرمول اینجا هم رایت میشه یعنی این شکلی نیست که اگه اینا هستن تا ابد قراره همین فرمونه بره جلو چون خود دوویس می میسازه مطمئنم این تغییر توش به وجود میاد کامیار فکر کنم ولی اونیه که قهر نگرش دارن چون کمتر اون گوشه یارو عوض میکنن و فانه برنامه خب باید بمونه و من اگه میخواستم یه آدم دیگه ای بذارم جای کامیار که بتونه فانه خوبی داشته باشه الان خیلی روزا هم نمیاد کی کیه خلاص خواستم اینو بگم من لیلا فورو که بار اولیدم اول که خب خیلی نوستالژیه برای خود من به شخصه چون بچه بودم خیلی با موزیکاشو اینا خاطره داشتم و باحالم هست یعنی قشنگ به عنوان یک کوچ میتونی بپذیریش شاید یهو یه اگر قرار بود توز... چون ما, من اینجوری هم نمیدونم تو هم اینجوری یا نه من تو ذهنم جایگزین میکنم میگم اگه این نبود که میتونست باشه اگه اون نبود که میتونست باشه راجع فکر کردم اگه لیلا فورا نبود خب واقعا باید گوغوش میتونست باشه ولی خب گوغوشو دیدیم یه بار دیگه توی اون آکادمی و فلان و اینا سوگندم ترکیبش باحال در اومده با کامیار یعنی شوخیایی که با هم دیگه دارن این, این فان برنامه رو نگهر میداره و قشنگ حالا هم همسن و سالن و با هم رفیقن و اینا قشنگ دارن اون داستانه رو در میارن سوتیایی که کامیار اونور میده یا سوگن میده و اینا خلاصه ترکیب داورا به نظر من 8 از 10 بعد یه چیز دیگه هم که هست قشن معلومه اول تو اپیزود اول یه ذره راحت نیستن نفر اول داره میاد یهو میگن اه چقدر یهو شد و فلان قشن معلومه یه ذره چیزه ولی تو مرور زمان مطمئنم این بینشون در میاد بریم سراغ مجری من خیلی صحبت دارم راجع به حامد پی. اولا که این نمیدونم یه نوع افت حساب میشه یا اصلا ربطی داره یا نه حالا تو ببین کامنت چیه تو خواستی بگوین که تو تو یه برنامه دیگه جاج بودی یعنی به عنوان کوچ قبولت داشتن حالا تو یه برنامه دیگه مجری یعنی حالا نه اینکه مجری بودن کار بدی باشه میدونی چی میگم ولی اون پشتی مثلا باید میدونی با خانواده ها صحبت کنی با این صحبت کنی بعد نظر اصلیه رو باید یه سری آدم دیگه بدن در صورتی که تو توی برنامه دیگه تو نظر اصلی‌ها رو میدادی به نظر من انتخاب مجری به شدت بده یعنی قشنگ من اولین اسمی که اومد تو ذهنم سینا ولی بود قشنگ یه لحظه تصور کن برنامه رو با سینا ولی الله چقدر خفن میشد حامد نیکبی فاز خیام بهم هم میده تو برنامه هم. مثلا اونا اون بردارم هم شوخی میکنن فلان و اینا این یهو از این بر دور میزد و من اول فکر کردم داره شروخی میکنه اینجوری داره برنامه رو معرفی میکنه استعدادهای برتر تنها و تنها میتوانند صدای خودشان را از ورای آن صندلی ها به مربی ها برسه. اصلا حامد نیکپی یه جوریه که میبینمش احساس میکنم زشته باشه الوارک نشستم دارم برنامه رو میبینم میدونی باید برم مثلا نمیدونم باید با روب دو شام بیام و چون امبیزی پرژیام هست من فکر کنم خیلی عجیب نیست اگه سینا وریولا بیاد چون خودشون برای برنامه داره حالا از استودیو شماره 8 میاد تو استودیو شماره 9 چی اینم از داورا و مجری و کانسپت برنامه بریم سراغ اجراها نفر اول پگاه ببین من به نظرم اجرایی که پگاه خب این چون اولین اجرایی بود که من داشتم کلا تو دویس دو میدیدم می‌دیدم واسه من نمی‌دونستم قراره مثل اون یکی برنامه ها باشه که اثر ده نفر واقعا یه نفر خوبن یا اینکه برای هی همه خوب بیان من اولین باری که می‌دیدم نمره رو نوشتم به نظر من هفت بود از ده منم اگه جاش بودم میرفتم تو تیم لیلا فروهر یعنی منطقی بود انتخابش کامل نفر بعدی پریا یه چیزی که من همینجا مطمئن شدم که با یه برنامه اینن برنامه های اونور سر و کار داریم این بود که یه حالت دراماتیک هم به داستان اضافه میکنن این فقط صرفا یه استعداد یابی خشک خالی نیست که تو بیاید دو نفر بخونن برن نه دیدی اونور مثلا یه نفر داره میاد از سرطان نجات پیدا کرده یا یه نفر مثلا میدونی یه گذشته خیلی بدی داشته بعد میرن قشنگ تو زندگیش یه حالت داکیومنتری نشون میدن چند دقیقه یا چند ثانیه از زندگیش و اینا اینش خیلی باحال بود و خیلی اصلا احساساتی می کرده حالا من یه جای این برنامه واقعا بغزم کردم حالا جلوتر بهتون میگم کدوم بود پریام اون مکالمه تلفنی که با خانواده‌اش داشت یعنی این تاثیره رو قشنگ داشت شد بعد و بعدش که دوباره با برادر صحبت کرد و اینا تصمیمم اینه که این داستانو کلا جدا کنم پریا رو من اصلا مدل خوندنش خوب دوست نداشتم واقعا مثلا من اپرا گوش کن نیستم ولی داشتم فرض می کردم که از شنیدن اپرا قرار لذت ببرم بازم لذت نبردم اول که موزیک فرهاد به نظر من اپراش با حال نمیشه میگم واقعا نظر شخصی منه دیگه خیلی هم وقت نخوام بگیرم به پنج دادم من از ده این که رفت با کامیار چون کامیار قانش کرد یعنی گفت من خودم سبک مورد علاقه اپرا فلان فلان میتونی بیای با من یعنی من میتونم مثلا رات بندازم شاید این باعث شده شاید اگه اینو نمیگفت نمیرفت تو تیم کامیار چون من نمیدونستم مثلا سبکی که مثلا کامیار میتونه می کمک کنه یکی اوپرا بعدی رام گریه... ببین من بعضی موقع توی این برنامه این شکلی میشم که واقعا جاجا جا دارن چی میشنون که ما یه جور دیگه میشنویم من به نظرم واقعا قوی نبود رامتین ولی یه چیزی که بود این بود که از من فکر کنم اینجوری نگاش کرده بودن که شاید صداش خوبه موزیک اشتباهه چون خوندن مثلا با یه صدای سنتی یعنی داشت خوب سنتی میخوند ولی موزیک شادمه رو نباید سنتی میخوند میدونی چی میگم باید مثلا میموند از همایون میخوند یا مثلا شع... میگم شجریان دیگه. یا شجریان بزرگ یا شجریان کوچی که البته دیگه شجریان بزرگ که نیستش روحشون شاد یه دونه شجریان داشت من میرم تو خاکی یا مثلا علی زنده وکیلی میدونی چی میگم یا مثلا آرتیست اینجوری باید از اینا میخوند یا مثلا شادمه رو آخه کی اصلا سنتی خود شادمهر پشماش میریز سنتی موزیک رو بخونی برای همین من به رامتینم پنج دادم ولی به نظرم انتخابش ده از دهه یعنی واقعا باید میرفت تو تیم بیژن مرتضوی با اینکه سنتی بود شاید من اگه جای اون بودم و یه حالت سنتی مثلا تو صدام بود شاید میرفتم سراغ سوگند آره من اگه جای اون بودم میرفتم سراغ سوگند این از من, من دوستان به جف این خودش جوریه جف حالا کاری نه جاج نمیخوایم بکنیم من موقعی که اومد بعد اومد خیلی همه تعریف کرد من مثلا اینجوری هم من اونجوری هم من اونجوری هم بعد خب هیچکی بر نگشت من همینجوری که داشت میخون نمره دادم بعد بعد تو ذهنم این شکلی بودم اگر برای این برگردیم واقعا برنامه تو ذهنم نابود میشه دیگه اینو دارم منم متوجه میشم که خوب نیست <تصفح> <تصفح> چی میگم من قشنگ نه حالا چون نگشتم خب نمره ندم چون من سه دادم گفتم ها یه چیز دیگه ای که تو این برنامه هست که معمولا اتفاق میفته اینه که ریتم و حالا من نمیدونم البته آره دیگه تو انتخاب آدما تاثیر داره یعنی میان یه انتخابی مثلا در نظر میگیرن تو ذهنشون که طبق این انتخابه و این جایگذاری ها ما بیایم اونی که خیلی بده رو بذاریم که اونی که خیلی خوبه که داوران میدونیم ریاکشنشون چیه و کی چیکار میکنه و فلان و اینا بعد این بالانسر رو مثلا سینوسی کنیم یه ذره دقیقاً این اتفاق افتاد یعنی مثلا نفر بعدی که محسا بود من واقعا اینجا اونجا بود که دیگه گفتم ای ول حداقل یه نفر هست که تا الان به خاطر این یه نفر دوست دارم ببینم داره داستان چه اتفاقی میفته من نمره ها رو چون آدم های دیگه بیان بر اون اساس دارم میدم یعنی خیلی دوست داشتم به یه چیزی مطمئن باشم که خیلی نمره بالا بدم تو ذهنم بهش برای همین هفت و نیم فکر کنم منطقی بود هفت و نیم و اگرم جاش بودم تو تیم ویژن میرفتم میرفتم صد من صد شده به هستم سی سالم هست در دورت مونده من زندگیم. نفر بعدی صد که گفتش که با خانواده‌اش هم یه مشکلی داشت تو کلا ما موزیک و اینا آله می‌کردن از خونه انداخته بودنش بیرون و اینا ولی خب اون رفته بود ادامه داده بود و دلم می‌خواد به اصفهان برگردم بازم باز به نظر من من نه من چارونیم بودم یعنی م... دوست داشتم زودتر تموم شه داشتم اذیت نمیشدم ولی خیلی هم داشتم خوشحال نمیشدم از چیزی که دارم میشنوم برای همین نیم دادم و اگه جای اون بودم میرفتم تو تیم سوگند صد درصد مدیا تخصصی کارگردانی و فیلم ن... نامه اصلا همینو رو میخواستم از این برنامه دست بذاره رو نقطه خیلی دراماتیک شد ورود هادی کس نداره خبر خیلی خفم و من سر این واقعا بوکس کردم به خاطر اتفاقی که تو بچگیش افتاده بود به خاطر اون حالتی که واقعا داشتن نشون میدادن و اینا اصلا واقعا احساساتی میکرد و, و, اومد ترکوند یعنی اینکه بعد یه نفر رو میان اون شکلی اگذشتش میگه و فلان بعد میاد میترکونه ترکونه یعنی این شکلی میشه که ولم کن من اصلا میخوام گریه کنم خیلی خفم بود من خیلی حال کردم با به خاطر همین درجا نه دادم انتخاب موزیک درست همه چی درست انتخاب سوگن درست تر به خاطر اینکه مطمئنا اون چیزی که من تو برنامه دیدم شکلیه که اینا میرن بالاتر بعد باید با کوچا بخونن یعنی دی وایس این شکلیه تو باید تو مرحله آخر اونی که میره فینال میان اجرا میکنن راجع به اجرا مکسی بگم برنامه یه شروع میشه که اینا هر کدوم جدا جدا میان یه اجرای میکنن این موزیک اونو میخونه اون موزیک اون یکی رو میخونه اصلا باگ داشت کامیار اومد موزیک بیژم مرتزوی و خون بیژن مرتزوی موزیک سوگند و خون سوگند موزیک کامیار رو خون بعد لیلا فروهر موزیک خودش رو خون کافی بود لیلا فروهر بی رو بیژم مرتزوی رو عوض کنه سوگند و کامیار رو شنو عوض کنه اینجوری همه موزیک هم دیگر رو خونده بودن مو یه دونه افتاد و بعد آخر اومدن فقط رو استیج با هم اجرا کردن این به نظرم خیلی غیر منطقی بود همشون باید با هم یه ترک می‌خوندن چون تو اونورم همینه افتتاحیه این شکلیه که اون دونه دونه میان رو استیج میتره که استیج ولی خب من فکر کنم حالا درست میشه دیگه تو سیزن های بعدی هادی اگه برسه مرحله های آخر ترکیبش با سوگن بست میشه یعنی از این اجرا میشه که تا آخر عمرت هی موزیک رو پلی میکنی گوش میدی نفر آخرم پوریا بود که موزیک خوند شال شال سرخ من کاب آفاق و اون صداش اصلا ببین یه جوریه که احساس میکنم نباید موزیکش کاور کنی بعد داشتم تصور میکردم که اون موزیک وجود نداره خب یعنی این اینو نه حالا گوش کن دیگه این اصلا یه چیز دیگه است ولی تهش باز مقایسه رو میکردم دیگه نمیشد اون خیلی خفن این یه ذره صداش نمیخورد بین. من فکر کنم هفت. هفت و نیم منطقیه ولی انتخابشم برای اینکه رفت با کامیار درست بود یعنی خودش که گفت کامل به نظرم یعنی میگم درست بود که درست و غلطی نداره که یعنی من بودم میرفتم با کامیار انتخاب موزیک خیلی مهمه یه جا تو همین اپیزودم هم چیز گفت بی جمعون گفتش که انتخاب موزیک تو داستان مهمه چون تو شاید مثلا تواناییت انقدر خفنه که میتونی موزیک مثلا سنتی رو خوب بخونی بعد اشتباهی میری پاپ میخونی میری نیتوش اپیزود دوم هستی یه دفعه از پشت نقال. به نظرم هر کسی که میتونه بخونه باید سیاوش قمیشی رو یه بار بخونه یعنی با باید ادای دین کنی به سیاوش قمیشی جدی اصلا این موزیک برای من مقدسه کلا این آدم اصلا سیاوش قمیشی به نظرم یه جای دیگه استن تو ذهنم میشه میگم یعنی کل آرتیستا رو همه رو اینا رو ورداشتم گوشتم. یه گوشه سیاوش قمیشی اصلا یه گوشه اصلا باش کاری ندارم. بعضی موقع ها میخوام خیلی به خودم جایزه بدم میرم یه ترک برمیدارم رندوم سه چشم رو جوری میرم یه ترک سیاش خامشی برمیدارم میذارم یه جا قرق میشم توی دنیای دیگه برا همین به نظرم هر کسی که میخونه واقعا باید توی ایرانی هم فرمز و باشه. فرماز اصلانیو بدونه چیکار کنه بگرنه افته کلاس گیتار دستت باشه ندونی اگه روز خیلی زشته سیواش هم واقعا یه چیزیه که باید ادای دین کنی بهش چهار تا صندلی هم برگشت و تهش رفت با لیلا فروهر منم اگه جای این بودم 100 درصد میرفتم با لیلا فروهر یعنی من پاشا مثلا تو این سال شاید برم اونجا بگم مثلا مدرم جو برم کامیاری نا. ولی من با اون صدا دیگه بعد سیاوش قمشی هم چون گفتم خیلی تو ذهنم یه جوریه نمیتونم مثلا چیز کنم این درجا هفت یعنی اینکه هفته انگار دهه اون سه نمره به خاطر اینه که باید واقعا سیاوش بخونه تا دهشه بعدی که بچه بهلم بود گفت از ترکیه رفته پیششون آوا اون برم دقیقا همین جوریه وقتی میان موزیک یکی که اونجا نشسته رو میخونن خیلی استرسشون بیشتره بعد معلوم هم هست کیو میخواد انتخاب بکنه دیگه به نظرم مثلا بقیه نباید برگردن چون تو احساس بکنم سوگند فهمید که سنش پایینه بعد خاصی حالت نه که حال بده ولی میدونست صداش که واقعا خوبه این یعنی صداش بعد میدونست می که میتونه زره باش کار کنه و اینا سنش هم پایین بود واقعا 18 سالش بود ولی من شیشونیم بودم با موزیک چون اصلا کلا اون موزیک سوگن به نظرم نه خیلی بالی من اون موزیک خیلی دوست دارم ولی شیشونیم بود یعنی چون با خود سوگن داشتم مقایسه میکردم خود سوگن هم خیلی سخت میخواستم برگردم و فلان نفر بعدی آروین که خیلی مهمه خیلی نکته مهمه که ایشون در یه خانواده خیلی مرفه بزرگ شدم. هستم، تهران متولد شدم، خوشبختانه تو خانواده مرفهی هم بزرگ شدم. چرا باید هم این جمله یا بگی؟ من نمیفهمم. این هم نظرم باحال بود. یعنی من با گارد نگاه کردم چون اصلا اون جمله رو گفت تو ذهنم همونو منفی سه شد. یعنی نمیتونستم <applause> واقعا نمیدونم منطقی نمره بدم حالا کاری به اون سه نمره ندارم که گفتم کم شد نه کلا هفت بودم ولی من در من جای آروین بودم در جا میرفتم تو تیم بیژن بدون شک ولی خب جاش نبودم و باز دوباره دو بعدش یه نفر اومد به اسم نیلی اگه اشتباه نکنم موزیکره که گوشتم واقعا ببین همون صدا کلمه اولا که گفت اینجوری بودم ای وای ای وای من این کاری برام پیش اومده بعد برم میام. اگر با این استاندارد جدی کیو انتخاب کرده باشن که بیاد احساس میکنم واقعا از بین کسایی که خیلی خوب نیستن هم چند نفر رو سلکت میکنن که باشن بقیه رو سلکت نمیکنن. چون اگه استاندارد واقعا اون باشه باید خیلی باشن تو برنامه که بعد بالانس برنامه هم میخوره. ولی خب ضعیف بود دیگه کنار اینا خیلی ضعف به چشم میاد. امیدوارم که امیدوارم که چی باحال من خیلی انرژی باحالی ازش گرفتم یعنی قشنگ حس باحالی منتقل کرد حالا هم به خاطر فیلمایی که ازش پخش شد هم صحبتش و اینا بعد اومد بهنامبانی بانی خون مثلا کاری نداریم و میگه آقا تو فن موزیک پاپ نیستی فلان میگم آقا این همه آپشن باحال داری برای اجرا که پاپ بخونی آپشن اولین چیزی که به ذهنت میرسه قاعدتا نیستش حالا ولی باز کاری به اون نداریم من نفهمیدم چرا اینقدر overrated شد یه و اجراش مثلا بی جمع بلند شد مثلا همه اینجوری بودن مثلا همچین چیزی متوجه نشدم یعنی میگم من نباید متوجه جمعی دیگه قایتا اونو بیشتر هم, هم میفهمن ولی من پنج بودم شاید بیشورم شد یه انتخاب درست قشنگ سنتی رفتی سراغش درست انتخاب کردی دیگه حالا اینکه چقدر موفق بودی و اینا انتخاب درست بود به نظرم سنتی خیلی واقعا باید مته به خشخاش بذاری فرهنگمونه جدی تو تاریخمونه سنتی رو با شوخی نکن شیش شیشانی شیش بعد سوگند هم منطقه بود دیه دیه. سنتی اونجایی واقعا سوگند در جا نفر بعدی هم سعید بود نه به نظرم سعیدم خوب بود من چون بعد از اجرا قبلی دیدم و از اجرا قبلی بیشتر دوست داشتم اجرا سعید سعیدو ولی از اجرا قبل قبل تریاش کمتر دوست داشتم شد هفت تو ذهنم با کامیارم هم رفت منطقی بود به نظرم. ولی سعید به نظرم از ایناست که یهو بک میزنه یعنی یه کار عجیب غریبی او میکنه تو مثلا اپیزود بعدی مرحله بعدی و اینا ولی حرف منطقی بود برای این نقطه جوش من سر کاری نداریم که موزیک خوب بود یا نه من فکر کنم مثلا من اگه بخوام نمره بدم واقعا مثلا پنجم یا پنج و نیم ولی مسئله اصلیم با مدلی بود که بیژن مرتزوی داشت صحبت میکرد راجه به این سبک آهنگ بچهها زیادن که فقط دارن تقلید میکنن این موزیک ما نیست اصلا موزیک ما نیست من یه فلشبک زدم به اون حالتی که شهرام آذر سندیم سندی هم داشت میگفت به اونا که این موزیک ایرانی نیست موزیک ایرانی فلانه این محدود کردنه رو من نمیفهمم یعنی کسایی که ذره نسلشون قدیمی تره انگار یه ارق عجیبی دارن روی این موزیک پاپ مثلا این پاپ ایرانی خب اون حالتی که همیشه بوده و از این چارچوبه نباید بزنه اگه بزنه بیرون دیگه ایرانی نیست اصلا آرت این شکلی کار نمیکنه یعنی آرت تو هر چی درست بکنی و زبانش مال فرهنگ خودت باشه آرت اون فرهنگه خب تو یه موقع میای تو مثلا چه میدونم همون حالت راکی هم که داری یه رگه هایی مثلا از اون موزیک ایرانی رو توش میذاری که اون راک نمیتونه یه نفر مثلا تو کف نیویورک درستش بکنه به خاطر همین این گارده رو من نمیفهمم که داشت توضیح میداد که موزیکی تو خوندی موزیکیه که مثلا فارسی نیست یا مثلا فرق داره یا چیز یه ذره این تو مخه خیلی تو مخه و این داستان باعث میشه که کسایی که مال نسلای عقب خب دیگه میمونن اونجا دیگه یعنی تو باید یه بعد از یه تایم خیلی زیادی بگذره تا اسم بیجا مرتضوی رو بشنوی همچنان استاده همچنان حرفش حرف شرمازر هم همینه یعنی هم کامنت های درست داره میده طرف موسیقی میفهمه ولی دیگه تو مارکت نیست فیده به خاطر اینکه نمیتونی با نسل جدید ارتباط برقرار بکنی و این باگه یعنی چیزی نیست که بهش افتخار بکنی بگی نه دیگه من دارم ایرانی میخونم پس این نسل نه خب این نسلم داره تو ایران بزرگ میشه موزیکای جدیدی که داره تو دو دنیا میاد و میبینه حالا آرتیست ها هم از اون ور الهام میگیرن میان میکسش میکنن ایشی میدن که بازم ایرانیه دیگه نمیتونی بگی ایرانی نیست که جرفی. ولی پنجونی همه چی داشت خیلی اینجوری اینجوری پیش میرفت روی موج مثل خیلی ساده این شکلی داشت پیش میرفت تا اینکه غزل رسید اصلا اینکه تو دختر باشی از ابی بخونی یا پسر باشی از مثلا هایده بخونی یه ذره تو داری سخت میکنی چون برای بار اول شنیدن ذهن یه ذره سکته میکنه که ای این دختر مرد بوده زن الان صدایه میدونی یه ذره قراغاتی میشه تو ذهنت ولی عجیب اجرا کرد من واقعا عشق کردم نه به اندازه هادی هادی همچنان تو ذهنم نوع دست نیافتنیه ولی هشت و نیم خیلی خوب بود من به نظرم قشنگ این دو نفر از اینا که اینجوری میرن جلو دقیقا هادی و قزل توی گروه سوگندن و عجیب قریب منتظرم ببینم که ترکیب اینا چه جوری میشه چون باز توی د وایس اینو تو اونوریا دارن 100 درصد ما هم خواهیم داشت اینه که یه قسمت دارن به اسم بتل بتل اونور اینجوری بود که دوتا دوتاشون رو میندازن توی رینگ یه حالت رینگ تور هم طراحی میکنن نمیدونم تو این چه شکلی میشه اینا با هم دیگه یه موزیک رو میخونن و داوره باید انتخاب بکنه که کدوم بره بیرون و دارن به اون لحظه ای فکر میکنم که هادی و غزل با دارن اجرا میکنن و سویا هم انتخاب بکنه که کدومتون بره بیرون اونجاست که واقعا عجیب میشه بازی آقا این خلاصه ریویو کلی بود از اپیزود یک و دو The Voice که میگم من خیلی حال کردم برنامه رو دیدم ولی این داستان یه سری هاشیه ها داشت برای سوگن بیشتر بهش گفته بودن که الان اوضاع خیلی بده چرا باید همچین برنامه بیاد و تو میرقصی توشو و خیلی فانه و بر... فان که خیلی شاد برنامه و فلان و اینا اونم نوشته بودش که آرتیست ها باید کار بکنن همونجوری که همه کار میکنن و اینا این برنامه از قبل ضبط شده و اینا من چون تا جایی که میدونستم بود که قرار این برنامه پخش نشه یعنی تا چند وقت پیش هم حتی این بود که ما برنامه رو نگه داشتیم قرار پخش نشه بود باز دوباره رفرنس میزنم به اون ویدیو قبل تری که گذاشته بودم راجع به این ماجرای عادیسازی و اینا صحبت کرده بودم این بود که آقا سوگند رو دارین دنبال میکنین یا نه اگر دارین سوگند رو دنبال میکنین متوجه طرز فکر سوگند یا سوگندها حالا من این دفاعیه ای سوگند نمیدم من کلا با این طرز فکر دارم میگم. میدونین داره چیکار میکنه دیگه طرف حالا حمایتش کرده موزیک حمایتی داده به غیر از اون استوری پست فلان فلان داره میذاره خب حالا یه برنامه یا قبل از این ماجرا ریکورد کرده بی بوده توش و حالا این برنامه پخش شده تو موقعی که همه دارن برمیگردن به سوشال میدیا مثل مثلا مثل یوتیوب و اینستاگرام و برنامه دیگر دارن درست میکنن ویدیوها داره درست میشه ولی همچنان همه حواسشون هست که اون چه اتفاقی میفته و از اون خط خارج نشن و همه باید یه تلنگری بزنن حالا هر کی به نوبه خودش که بگه آقا حواسم هم هست و حواستون باشه که داره چی میشه ولی زندگی هم جریان داره حالا یه ساعت هم مغزمون استراحت کنه اتفاقی نمیفته از دیروز تا امروز خبر زلزله اومده خبرای مختلف از ایران که اصلا دیگه روتین زندگی داره میاد همینجوری هم میگن آقا ب... اگه بری بیرون نمیدونم مثلا پاسپورت تو ببر که اصلا یهو اگه خونه ریخ روت بتونن پیدا کردن هویت تو پیدا دنیا دنیای عجیبی شده ولی اگه تو همش بخوای به این فکر بکنی اگه همش بخوای به اتفاقای بدی که داره تو دور برت میفته فکر بکنی دیگه نمیتونی خودت هم زندگی کنی بری جلو که بتونی مفید باشی برای یه سری اتفاقای دیگه نه به وجود برنامه‌ای که از این قبیل برنامه ها که آدمایی توشن که خط فکریشون مشخصه و میدونیم دارن چی کار میکنن اشکالی نداره چون طرف الان داره به موازات همین داستان کارهای دیگه هم تو پیجش میکنه و کرده حالا اگه کسی باشه تو این برنامه که کاری نکرده یا بعد مثلا چه ماه پیدا شده با یه برنامه این شکلی آره اون سیستمش فرق داره راجب اون نمیگم ولی کلا به نظرم این یه موضوعی بود که این خودم نظرم این بود حالا باز تو اگه مخالف منم هست هیچ اشکالی نداره دوست دارم نظر تو هم بدونم به این ماجرا و همین دیگه دمت گرم سری قبلی معلق زدم سری دیگه نزنم نه شاید یه نفر جدید رو میبینم میگه این دیوونه است یه ساعت ریویو ریویو می‌کرد برنامه مثلا فلان و آخر معلق زدم فلان